کوکس. بعد میتونی بخونی الان؟ صدات خیلی ضعیف میاد. لطف بکن رو درس بخون، درس 13. خب متاسفانه آقای چکیده میکروفونشون خاموش شد، دوباره روشنش میکنیم. خب نیما میکروفونتون بازه. خب نگاه کن نیما، الان این جمله که خوندی یعنی چی؟ اسوه عالمیانه است یعنی چی؟ نه نه، وقتی که میگی در آداب و رفتار و اخلاق اسوه عالمیانه است یعنی چه؟ کلمه اسوه یعنی چه اسوه؟ شما وقتی ما این کلمات رو از تو میخونیم، یعنی باید شما یاد بگیرید، باید بخونید چندین بار داخل خونه که هستید، اینا روخانی کنید معنی کلمات. اگه نمیدونید بپرسید تا برات بگیم. اسوه به معنی نمونه، الگو. میگه الگوی مردم جهانه پیامبر در چی؟ در رفتارش، کردارش، گفتارش، اخلاقش. پس الگویی برای مردم جهان هست. الان توی جمله پیامبر گرامی اسلام محمد بن عبدالله در آداب و رفتار و اخلاق اسوه عالمیانه است، نهاد چیه؟ نهاد خب پیامبر گرامی اسلام محمد بن عبدالله. ما اون تو جمله مون وقتی که داریم در مورد شیعی، شخصیتی، هر موجودی که داریم در موردش حرف میزنیم، او میشه نهاد ما تو جمله. الان اینجا پیامبر گرامی اسلام محمد ابن عبدالله میشه نهاد ما. چرا؟ چون ما داریم در مورد ایشون حرف میزنیم. هر چیزی که توی جمله ما داریم در موردش حرف میزنیم، او میشه نهاد ما. ما بقیه کلمات تا آخر که فعل گفته شده، اونا میشن گزاره. خب حالا ادامه شو بخون. خب همون یه لحظه مکس کن، بیست یه لحظه، بیست یه لحظه. آنچنان که خداوند مهربان در قرآن کریم میفرماید، پیداش کردی الان خوندی ها؟ خب الان فعل جمله مون چیه؟ نه فعل جمله، فعل جمله چیه؟ آنچنان که خداوند مهربان در قرآن کریم می‌فرماید. می‌فرماید، باریکالله، می‌فرماید فعله. این فعل زمانش کیه؟ زمانش گذشته است، حال آینده چیه؟ چی؟ گذشته. میفرماید، نکنید میفرماید یعنی زمان حاله. از کلمه فرمودن گرفته شده. فرمودن میشه مصدر. مصدر یک کلمه‌ای که ما میتونیم ازش فعل بسازیم.
هر کلمه که توش فرمود بود اون میشه زمانش گذشته. نون آخر مصدر اگر ما حذفش بکنیم، نگاه کن، هر فعلی که ما داریم از یک کلمه گرفته میشه، اون کلمه بهش میگیم مصدر. فرمودن، گفتن، خوردن، کاشتن، کشتن، کشتن، اینا میشن مصدر. چرا بهش میگیم مصدر؟ چون ازش فعل درست میکنیم، ازش فعل درست میکنیم و محل صدور فعل ها هستن. میتونیم فعل های زیادی ازش بگیریم. فرمودم، فرمودی، فرمود، فرموده بودم، فرموده بودی، فرموده بود، فرموده باشم، فرموده باشی. پس اون که چقدر فعل ازش ساخته میشه؟ به این خاطر بهش میگن مصدر. خب حالا اگر این نون آخر ما هستش بکنیم میشه چی؟ فرمود. این میشه چی؟ زمانش گذشته. اگر ما بخوایم زمان حالش باشه، نگاه کنید، ما به امر تبدیلش میکنیم، میگیم بفرما، بگوی، بخور، بزن، بپوش، بخوان. این میشه امری. حالا اگر این بره هستش بکنیم میشه فرما. دقت کنید، این میشه فرما. پس الان میگه میفرماید، فرما درش هست، پس زمان حاله. خب آقای صابر شما بخون. ممنون از نیما. ابوالفضل بخون، صدات خیلی ضعیفه ابوالفضل. بخون از اونجا که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بچه های نمره روخانیتون هست، نخونی نمره نمیگیری، منفی میخوری ها. خب آقای جمیری بخونه. آقای جمیری بریمش. آقای ستوده. بله بریمش سراغ آقای ستوده. آقای ستوده بخون. خب بخون. بله جان بخون. از اونجایی که نیما بود ادامه شو شما بخون. ادامه شو سلام با فرزندان و گفت فرزندان خود به مهر اصولت رفتار میکرد و میفرمود باره دیگه را کن. بله خدای من این سعیدی میرم حسن، حسن علیه السلام، حسن علیه السلام برگردم، برگردم خوش می‌شستم و او چنان در سرکل مانند می‌ماند مانند می‌ماند در
بیان تا آنان پایین بیایند و گاهی به آرامی آنها را پایین می آورد از سجده بر می خواست و هر دو را در بر می گرفت. هر دو را در بر می گرفت یعنی چی؟ آفرین. یعنی تو یعنی تو بغل گرفتن. خب تا همینجا کافی، تا همینجا کافیه. مهدی یه لحظه اجازه بده. خب نها کن، میگه فرزندان ما پاره جگر ما هستند. تو این جمله نهادش چیه؟ خب نه کن مهدی، تو میتونی بگی اصلا تعریف بکنی نهاد ما به چی میگیم؟ بفرما. نهاد به چی میگیم تو جمله؟ نهاد به چی میگیم؟ تعریفش بخوای بکنی. نگاه کن، چند لحظه پیش هم براتون گفتیم نهاد بخشی از جمله هست که ما داریم در موردش حرف میزنیم. بخشی از جمله که ما داریم در موردش حرف میزنیم. الان تو این جمله ما در مورد کی حرف میزنیم؟ فرزندان ما. بله، فرزندان ما میشه نهاد. خب فعل جمله چیه؟ خب هستند، باریک الله، هستند میشه فعل جمله. پس الان زمان این فعل کیه نشون میده؟ گذشته است، حال، آینده است. زمان حال. چندم شخصه؟ اگه یادت بیاد قبلا برای توضیح این گفتیم من، تو، او، گوینده، شنونده، غایب. خب الان گوینده هست، شنونده هست، غایبه، کی داره حرف میزنه تو جمله؟ آها، درست متوجه نشدی. گفتیم که چندم شخصه، یعنی این فعلی که شما گفتید هستن چه کسی اونو انجام داده؟ گوینده، شنونده یا فرد غایب؟ گوینده. نکنید اگر ما بخوایم گوینده باشه خب میشه من هستم یه نفر. اگه بخوایم بیشتر از یکی بگیم، میگیم ما هستیم. اینجوری من هستم، ما هستیم. اما حالا شنونده هستی؟ شما هستید. او هست، آنها هستند. اگه برای یه نفر میشه مفرد، اگه بیشتر از یکی شد میشه جمع. برای یه نفر میگیم او هست، یه نفره. اما اگه بخوایم بیشتر از یه نفر نشون بدیم میگیم آنها هستند. الان چندم شخص میشه؟ پس من هستم اول شخص، تو هستی دوم شخص، او هست سوم شخص برای مفرد. حالا اگه بخوایم جمع بشه به همین صورت ما هستیم، شما هستید، آنها هستند. پس چندم شخصه؟ سوم شخصه. سوم شخص جمع هم هست، باریکلا، سوم شخص جمع.
خب نفر بعد آقای امیری بخونه. آقای امیری میکروفونتو باز میکنی؟ آقای امیری بخون. آقای امیری هم که الان میکروفونش باز میشه، ادامهشو بخونه. رو خونی. سلام، صبح خیر. چطور یوسف، حالت خوبه؟ ممنون. خوبی؟ سلامتی؟ ممنون. خواهش میکنیم. یوسف میتونی ادامه مهدی رو بخونی؟ بفرما. رسول اکرم. بله. رسول اکرم سلام علیه با خدمتکارانش، اونایی که تو خونه در خدمت پیامبر بودن، رأفت و عطوفت. بچه ها این که این درس رو باز کنید، نکنید یه لحظه. یوسف یه لحظه گوش کن، ما بقیه بچه ها شما هم گوش کنید. این وایس که براتون میفرستیم وایس بذارید، کتابتون هم باز کنید، همزمان که وایس داره میخونه شما هم همراهش رو درس میخونید، تا اگر یه جایی کلمات اشتباه میخونید صحیحش رو بفهمید. حتما این کار رو انجام بدید تو خونه، چرا که به سالهای آیندهتون به مشکل برمیخورید. لطف بکنید حتما تو خونه که هستید وایس رو باز کنید و همزمان کتاباتون هم باز کنید، نگاه به مطالب کتاب کنید، کلمات کتاب بکنید، طرز خوندنش، طرز تلفظش رو حتما باید یاد بگیرید. این درس فارسی هست، حواستون باشه که اصلش از روخانیه، یعنی شما باید خوب بخونید، روون بخونید، و وقتی که آدم بتونه روون بخونه، راحت بخونه، معانی کلمات هم بهتر میفهمه. اگر نتونی روون بخونی 100% با معانی کلمات برات مشکل میشه توی معنی کردن، توی توضیح دادنش. خب حالا بخون ادامه شو. خب یوسف بخون. بله. و در تنهایی سیمایی محزون و متفکر داشت. خب میگه پیش دستی میکرد، یعنی چی؟ میگه در سلام کردن به همه حتی به کودکان پیش دستی میکرد، یعنی چی؟ دست نه پیش دستی میکرد، نه که یعنی دست بهشون میداد، یعنی قبل از اینکه اونا بخوان سلام کنن اون سلام میکرد، قبل از اینکه مثلا کسی بخواد سلامش بکنه اون سلام میکرد، حتی به بچه ها، حتی بچه ها کوچک هم که می دید توی کوچه، قبل از اینکه بچه ها به سلام به پیامبر کنن، پیامبر به اونا سلام میکرد. یکی از خصلت های بسیار خوب و نیکو که شما هم باید یاد بگیرید در برابر بزرگترها و همسن سال خودتون، باید همیشه ادب و احترام و حتما در برابر دیگران نشون بدید و حتما سلام کردن رو قبل از اینکه بهتون سلام کنن باید شما سلام بکنید، اونم با صدای بلند نه یواش. خب سخن همنشین خود را نمی برید. یوسف سخن همنشین خود را نمی برید. آها، باریکلا، یعنی تو حرفشون نمی پرید. الان نهاد این جمله چیه؟
خب نهاد این جمله چیه؟ نهاد این جمله آره گفتیم الان نهاد تعریفش کردیم گفتیم نهاد به بخش از جمله که ما داریم در موردش حرف میزنیم الان ما داریم در مورد چی حرف میزنیم کی حرف میزنیم جان در مورد پیامبر حرف میزنیم خب الان پیامبر تو جمله نیست شاه حذف شده اما چون ما داریم در مورد پیامبر حرف میزنیم پس نهاد جمله ما پیامبره چرا؟ چون ما داریم در مورد او حرف میزنیم پس بعضی وقتا بچه ها حواستون باشه نهاد حذف میشه اما ما از روی معنی جمله باید بفهمیم که نهاد چی بوده پس دقت داشته باشید حتما ما به معنای جملات کلماتی که توی جملات میان دقت داشته باشید که چی چیزی میخواد به ما بگه خب نفر بعد آقای خب ممنون از یوسف نفر بعد میکروفونش باز کنیم آقای صابر میتونه بخونه آقای صابر ابوالفضل میکروفونت بازه ابوالفضل آقای حسینی سید رضا سید رضا آقای صالحی پوریا پوریا میکروفونت بازه بخون ادامه شو خب متاسفانه پوریا هم صدا شما نداریم آقای ستاری هم آقای ستاری میکروفونتون بازه بخون احتمالاً نتتون ضعیف باشه خب یه لحظه شما تا ما از آقای کمالیان سوال بگیرم آقای صابر صدای منو داری؟
آقای صابر بچه های عزیز الان صدا داریم با یه لحظه اجازه بده من الان یه چکش میکنم اینا درست میشه ابوالفضل صابر حالت خوبه؟ ابوالفضل میتونی ادامهشو بخونی؟ بند آخر درس؟ خب الان میکروفونت بازه. آقا سلام. سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ خب اون یه زحمتی بکش از اونجا که نوشته هیچگاه زبانش را به دشنام نمی‌آلود و شروع کن بخوندن. آقا حتی بکوده نه بیا پایین تر بیا پایین تر هیچگاه زبانش را به دشنام نمی‌آلود. خب پیداش کردی بخون. هیچگاه زبانش را به دشنام نمی آلود. بله. بدرفتاری با شخص خود را می بخشید. بله. آه بخونیم؟ بله بخون نه ترس بخون. شما درباره کسانی که به حریم قانونی تجاوز می کردند گذشت و مدارا نداشت. در زندگی از تجمل دوری می‌جست. باریکالله همینجا کافیه. تا همینجا که خوندی کافیه. خب ابوالفضل یه لحظه مکس کن ابوالفضل تا همینجا که گفتی. این جمله بود که الان خوندی. در زندگی از تجمل دوری می‌جست. پیداش کردی؟ خب نگاه کن الان تو این جمله نهادمون چیه؟ نهاد جمله؟ بله نهادمون پیامبره. باریکالله آفرین. الان تو جمله هستش یا نه؟ آقا نه. نه نیست. پس نگاه کنید دانش آموزان عزیز، بعضی وقتا نهاد تو جمله هست میشه. هم چند لحظه پیشن که براتون توضیح دادیم ما از روی معنی جمله باید بفهمیم. خب توی همین جمله فعلمون چیه؟ میجست. باریکالله. گفتیم فعل چند تا مشخصه داره. یکی از مشخصاتش زمانه. زمان رو باید نشون بده. الان زمانش کیه؟ میجست. گذشته، حال یا گذشته. آینده مثلا. بله الان گذشته هست. باریکالله. خب چندم شخصه یعنی چه کسی این کار را داره انجام میده؟ اول شخص گوینده هست، دوم شخص شنونده هست یا سوم شخص فردی که داریم در موردش حرف میزنیم چیه؟ سوم شخصه؟ باریکالله سوم شخص هم هست. چرا که ما داریم در مورد پیامبر حرف میزنیم.
پس سوم شخصه. الان مفرد یا جمعه؟ آقا مفرد. مفرد. آفرین. اگر میگفت، اگر بخواستیم جمعشو بگفتیم چی میگفتیم؟ میجست. میجستند. آفرین. پس ناگهان بچه‌ها اینا رو ما باید حتما بدونیم. اگر ندونیم یعنی جمله و نکات دستوری یاد نگرفتیم. چیزی که آقای صابر گفت بسیار کامل و دقیق. آفرین. پس نگاه کنید، اول باید شما نهاد بشناسید، فعل‌ها رو بشناسید، مشخصات یه فعل باید بشناسید. هر فعل یه مشخص، چهار تا مشخصه داره، یعنی زمان باید داشته باشه، چه کسی اون کار رو انجام داده، چه شخصی، مفرد هست، جمع هست، اینا رو باید حتما ما بشناسیم توی فعل‌ها، که الان آقای صابر همه اینا رو درست گفت. خب ادامه شو بخون. در کارهای منزل به خانوادهش کمک می نمود و چون بانگ اذان را می شنید به نماز می رفت. باریکالله. خب همین جمله که الان خوندی، چون بانگ اذان را می شنید به نماز می رفت. الان بانگ اذان نقشش چیه تو جمله ما؟ نقشش. آره، ما به این چی میگیم؟ اگه یادتو بیاد گفتیم که هر جمله که ما می نویسیم یا می خونیم کلماتی دارش نقش دارن، نقش نهاد دارن، بعضی هاشون مفعولن، متمم، فعل، اینا نقش پذیر هستن. الان شما اگه بخواید بانگ اذان رو بخواید برای دوستات بگی، میگی چیه اینجا نقشش چیه؟ آقا نکنید، هر وقت که ما یا مثلا نهاد جمله یه کاری رو روی چیزی انجام بده، اون میشه مفعول. الان گفتی توی جمله همه حرفامو در مورد پیامبره، پس پیامبر نهاد ماست. الان نهاد پیامبر که پیامبری یه کاری رو انجام میده، کار چی رو انجام داده؟ توی فعل نشون میده، شنید، شنیدن، عمل شنیدن انجام داده. خب میگی پیامبر چه چیزی شنید؟ بانگ اذان. باریکالله. بانگ اذان. پس بانگ اذان اینجا نقشش چیه؟ بگو. مفعول. باریکالله. مفعوله. آفرین. پس نهاد یه کاری انجام میده توی جمله، کار رو چه چیزی انجام میده؟ خب اگه بخوایم انجام دادن کار رو مشخص کنیم ببینیم، باید نگاه به فعل بکنیم. خب میگیم نگاه کن به فعل، میگیم میشنید، پس کار شنیدن انجام داده. خب میگیم پیامبر چه چیزی شنیده؟ میگیم که بانگ اذان شنیده. باریکالله. پس بانگ اذان میشه مفعول ما. یا اگر توی جملات مثلا بالا هم همطور اگر دقت بکنید همینجور وجود داشت. یکی از مشخصه های مفعول بچه ها راه میشه همراهشه، یعنی بعدش یه راه میاد. اگر ما بخوایم مفعول رو بهتر بشناسیم، یه مشخصه داره، یه نشونه داره، نشونه ای راه هست که بعد از مفعول بیشتر اوقات راه میاد. البته همیشه هم نه، ولی بیشتر اوقات راه همراهش هست. که مثلا میگیم که هیچگاه زبانش را به دشنام نمی آلود. هیچگاه زبانش را به دشنام نمی آلود. خب الان مفعول توش هست؟ آقا سوامون نمیارم. سوامون نمیارم. سوامون کمه؟ الان هیچگاه زبانش را به دشنام نمی آلود، مفعول توش هست؟ آقا نمی آلود. نمی آلود؟ آقا زبانش. باریکالله. زبانش را. یکی از نشونه های مفعول چیه؟ راه هست. راه میاد. باریکالله. خیلی ممنون از آقای صابر عزیز. ابوالفضل. باریکالله. خب آقای صالحی پوریا، میکروفون شما رو باز میکنیم، شما صحبت کن. سلام، چطوری پوریا؟ حالت خوبه؟ ممنون، متشکرم. انشاءالله که همیشه خوش باشی. پوریا، از اونجا که گفته سعدی شاعر و نویسنده توانا را بخون. سعدی شاعر و نویسنده
توانایی زبان و ادب فارسی در ستایش پیامبر بزرگوار اسلام سروده میخوانیم. بله. ما فرومان از ادب محمد، از جمال محمد، ما فرو ماند از جمال محمد. سرو نباشد به اعتدال محمد. خب ادامش. آدم نو و خلیل و موسا و عیسی آدم آمده آمده مجموع در زلال محمد، در زلال محمد. بارک الله. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است عشق محمد بس است زلال محمد. بارک الله، آفرین. خب الان میتونید توضیح بدی یکی از این مصرعهایی که خوندی؟ هر کنش خاصی به دلخواه خودت یکی توضیح بده برامون. خب خودم تا تو بخی یکم فکر کنی، ما روش یه بار دیگه میخونم تا بقیه دوستاتم خوب بفهمن این شعر. ما فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در زلال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. خب حالا هر کنش خاصی توضیح بده برام. آقا باریکلا توضیح بده. آقا معنیشو بگی. بله معنیشو بگو باریکلا. اشکال نداره. بچه ها کی میتونه اینا توضیح بده؟ خب نیما میگه من میخوام بگم. بذارید تا نیما هم میکروفونش باز بشه. نیما شما بگو. خب پوریا یه گوش بگی تا خودم برای توضیح بدم. ماه فرو ماند از جمال محمد. میگه ماه در برابر، خب میدونید که ماه نماد زیباییه، ماه نماد قشنگی و زیبایی و روشناییه. میگه ماه در برابر بزرگی و زیبایی حضرت محمد کم نور میشه، زیباییشو از دست میده. مگه ما نمیگیم فرانسی نماد یه چیزی، یعنی تمام صفات درش وجود داره. حالا ما که تمام صفات زیبایی درش هست، پر نور روشنی درش هست، میگه اینجا در برابر زیبایی حضرت محمد چهره پیامبر کم نوره، زیباییش از دست داده، زیبا نیست. سرو نباشد به اعتدال محمد. خب درخت سرو هم که از نظر قد و قامتش نسبت به بقیه درخت ها همیشه قشنگتر و زیباتر و راست قامته. پس بنابراین میگه حتی درخت سرو هم قامت و قد قامتش در برابر قد قامت پیامبر هیچه. پس هیچ قد قامتی به زیبایی قد قامت پیامبر نیست. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، تمام پیامبران قبل از حضرت محمد، آدم، حضرت نوح، حضرت خلیل که حضرت ابراهیم باشه، حضرت موسی، حضرت عیسی آمده مجموع در زلال محمد، همه زیر سایه پیامبر بزرگ اسلام هستند. پس
همه این پیامبران مثل حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت خلیل که حضرت ابراهیم باشه، حضرت موسی، حضرت عیسی، همه در زیر سایه پیامبر اسلام هستند. یعنی مقام و جایگاه پیامبر اسلام از همه پیامبران بالاتره. خب بیت بعدی میگه سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. خب اینجا هم داره سعدی خودش رو نصیحت میکنه، به خودش یک اشاره میکنه، میگه ای سعدی اگر میخوای عاشق باشی، اگر میخوای عشقتو نشون بدی، عاشق حضرت محمد و خاندان پیامبر باش. عشق محمد بس است و آل محمد، عاشق حضرت محمد و خاندان پیامبر باش. اینه داره میگه، معنیش این میشه. خب ممنون از پوریا، دست شما در نکنه. خواهش میکنیم. خب بریم سراغ بچه ها. خود ارزیابیشو براتون میخونم، گوش بگیرید. رفتار پیامبر با امام حسن و امام حسین در دوران کودکی چگونه بود؟ خب همون سطر توی صفحه قبلش برگردید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار میکرد. زیرش گاه وقتی به سجده میرفت، حسن علیه السلام و حسین علیه السلام برگردن و پشتش مینشستن و او چندان در سجده میمان تا آنان پایین بیایند و گاهی با آرامی آنان را پایین میآورد و از سجده برمیخواست و هر دو را در بر میگرفت و بر صورتشان بوسه میزد. همین جوابشه. علامت بذارید حتما بچه ها، علامت بذارید این جوابو. کدام رفتار پیامبر با دیگران برای شما جالب تر است؟ خب این دیگه نظر شخصی هر کدوم از شما دانش آموزان عزیزه. یکی از شما میگه که مثلا من رفتارش با بچه ها رو بیشتر دوست دارم، یکی میگه در سلام کردن که به همه زودتر سلام میکرد دوست دارم. خب دیگه بوده خودتون، شما باید یه جوابی داشته باشید. به نظر شما چرا پیامبر بد رفتاری با خیش را میبخشید اما نسبت به قانون شکنی گذشت و مدارا نداشت؟ تو درسم خوندیم بچه ها، گفته بود که پیامبر به شخص خودش رو میبخشید اگر خودی ناکرده بهش توهین میشد یا بهش حرف ناسزایی زده میشد میبخشید، اما در برابر کسی که از قانون سرپیچی کرده باشه به هیچ عنوان نمیگذشت، چون اونجا حق ناس و حق دیگران بود و ما اجازه نداریم از حق دیگران به کسی دیگه ببخشیم یا بخشش داشته باشیم، چون قانون هم برای همه هست. به همین خاطر خب بریم نکته زبانی رو بخونیم که در مورد فعلها گفته بچه ها. الان هم توی جملاتی که شما خوندید هم باز توضیح دادیم و براتون گفتیم، بنابراین باز هم براتون میگیم که چگونه هست، دقت داشته باشید. گفتیم که وقتی که یه نفر داره حرف میزنه میشه گوینده، یکی که در برابرش داره میشنوه اون میشه شنونده. اگر ما این دو نفر گوینده و شنونده داریم در مورد یه فردی حرف میزنن که بینشون باشه، اون میشه فرد غایب. خب این فرد گوینده بهش میگن اول شخص، به کسی که شنونده هست میگن دوم شخص، به کسی که غایب هست و بین ما نیست ما داریم در موردش حرف میزنیم میشه سوم شخص. دقت کنید، پس گوینده اول شخص، شنونده دوم شخص و فرد غایب که ما داریم در موردش حرف میزنیم میشه سوم شخص. حالا این گوینده مثلا اگه من گوینده باشم یا شما مثلا یکتون بخواید حرف بزنیم ما بشنویم، فرق نمیکنه، اون کسی که داره حرف میزنه میشه اول شخص. این گوینده
بهش میگیم اول شخص. اگر یه نفر باشه میشه مفرد، اگر یک نفر باشه میشه مفرد، اگر بیشتر از یکی شد میشه جمع. نگاه کنید، مثلا من که دارم الان با شما حرف میزنم یک نفر هستم میشم مفرد. حالا اگه من و آقای کمالیان مثلا آقای گرگین اینجا با شما بخوایم حرف بزنیم بیش از یکی میشیم، میشیم جمع. خب حالا شنونده مثلا اینجا آقای صالحی بود، خب آقای صالحی چون یک نفره میشه مفرد، شنونده ما هم هست. اما اگر ما منظورمون همه کلاس هفتم یا هست که هفته سه یا هست میشه جمع. حالا در مورد فرد غایبی داریم حرف میزنیم، کسی که بینمون نیست، مثلا یکی از دانش آموزها که الان غایبه تو کلاس ما نیست، مثلا حسین احمدی توی کلاس نیستش، ما داریم در موردش حرف میزنیم. خب چون یک نفر هست میشه مفرد، یکیه. اما اگر بیش از یکی شد، مثلا آقای احمدی غایبه، آقای سپاهو غایبه، آقای حافظخو غایبه، اینجا بیش از یکی میشن، اینجا میشه جمع. پس دقت کنید توی فعل ها همینجوره، وقتی که ما یک فعلی رو میگیم هر فعلی سه تا ساخت داره، سه تا ساخت داره که هر یا بهش میگن صیغه یا ساخت، که اول شخص، دوم شخص، سوم شخص. حالا همین اول شخص، دوم شخص، سوم شخص اگر یک نفر باشه میشه مفرد، اگر بیشتر شد میشه جمع، که رو هم رفته میشن چی؟ شش تا. سه تا مفرد، سه تا همچی جمع. هر فعلی شما در نظر بگیرید، مثلا نوشتن باشه، من نوشتم، تو نوشتی، او نوشت، ما نوشتیم، شما نوشتید، آنها نوشتن. در مورد خواندن، من خواندم، تو خواندی، او خواند، ما خواندیم، شما خواندید، آنها خواندن. پس من خواندم، تو خواندی، او خواند، ما خواندیم، شما خواندید، آنها خواندند. اگر خوب بچه‌ها دقت کنید هر فعلی 6 تا صورت داره، 3 تاش مفرده، 3 تاش هم جمعه. دقت کنید 3 تا مفرد داره، 3 تا جمع. هر فعلی که شما در پایان هر جمله‌ای که می‌نویسید 6 تا صورت داره، 3 تا مفرد، 3 تا جمع. خب از این 6 تا صورت اگر دقت داشته باشید یک بخشش ثابته، یعنی تو 6 تاش ثابت و تغییری نمی‌کنه. خوب دقت داشته باشید یکی از بخش‌های این 6 تا صورت فعل تغییر نمی‌کنه. الان اگر دقت کنید از این تو ستای مفرد که خان باشه همش ثابته، توی ستای جمع هم بازم خواندیم، خواندید، خواندند، بازم خواند ثابته. این بخشی از 6 تا صورت فعل که ثابتن توی این فعل ها ما به این میگیم چی؟ بن یا ریشه. بن یا ریشه هم بهش میگیم. خوب دقت کنید هر فعلی که شما در نظر بگیرید 3 تا مفرد داره، 3 تا هم جمع داره. این 3 تا مفرد و 3 تا جمع اون بخشش که ثابت هست، اون بخشش که ثابت هست ما به اون بخش ثابت میگیم بن یا ریشه فعل. حالا این بن یا ریشه بعضی وقتا نشون دهنده کار در زمان گذشته هست، بعضی وقتا نشون دهنده کار تو زمان حاله. الان اینجا خواندم تو زمان گذشته انجام گرفته. خب خواندم، خواندی، خواند، خواندیم، خواندید، خواندم. خب تو زمان گذشته انجام گرفته، انجام دادن کار تو زمان گذشته به ما نشون میده. حالا خوب دقت کنید میخوانم، میخوانی، میخواند، میخوانیم،
میخوانید میخوانند. خب دوباره اینجا هم به همین صورت نگاه کنید، یه بخشی از این فعل ها ثابته. خب خوب دقت کنید، من میخوانم، تو میخوانی، او میخوانه، ما میخوانیم، شما میخوانید، آنها میخوانند. دوباره اینجا خان ثابته، خان ثابته. اینم بهش میگیم ریشه باز یا همون بن، بن یا ریشه. اما اینجا انجام دادن کار تو چه زمانی نشون میده؟ تو زمان حال نشون میده. من میخوانم الان، تو میخوانی، او میخواند، ما میخوانیم، شما میخوانید، آنها میخوانند. خب خوب دقت کنید، یک بخشی از این فعل ها متغیرن، هم تو زمان گذشته هم تو زمان حال، هم تو زمان گذشته هم تو زمان حال. این بخش متغیره، این بخشی که متغیره ما بهش میگیم چی؟ شناسه. ما به اینا میگیم شناسه. دوباره تو زمان، اینجا زمان گذشته هست، اینجا زمان حاله. دال اینجا زمان حاله. شناسه چیه بچه‌ها؟ شناسه وسیله شناختن اشخاص توی فعله. یعنی چه کسی کار انجام داده توی فعل؟ کسی که کاری که انجام داده کی بوده؟ من گوینده بودم، تو شنونده بودی، فرد غایب بوده، چه کسی بوده؟ اینه ما میخواییم بفهمیم. من که انجام دادن کار رو تو زمان حال داریم نشون میدیم، گوینده هستم، توی شنونده هستی یا فرد غایب هست، فرقی نمیکنه. پس هر فعلی که ما در جملات ازشون استفاده میکنیم 6 تا صورت داره، 3 تا مفرد، 3 تا جمع. حالا چه میخواد زمان حال انجام دادن کار رو نشون بده، چه در زمان گذشته یا در زمان آینده، هیچ فرقی نمی کنید. یعنی 6 تا صورت باید ما نشون بده. خب برید صفحه بعد به تمرین نوشتن رو نگاه کنید بچه. برای هر یک از کلمه های زیر دو تا هم خانواده بنویسید. حضور، تمرین رو حل میکنیم بچه، یادداشت کنید حتما. البته اینا رو ما قبلا براتون فرستاده بودیم ولی خیلیاتون تصمانه انجام نمیدید توی کنه. خب حضور، خب محضر، حاضر. کلمه بعدی عطوفت، عاطفه. عطوفت، عاطفه. معطوف، حریم. حرام. واژه صحیح را انتخاب کنید و در جای خالی می‌نویسید. این سوال املایی هست بچه ها، اینا رو حتما شما توی املا نویسی حتما باید بشناسید از روی معنی. خب کلمه بر میخواست و بر میخواست و گفته اینجا، خب به چه معناییه؟ یه معنای برخواستن میده، بلند شدن میده، یه معنای درخواست کردن میده.
خب اینجا اونی که با دقت کنید اگر خواست به این صورت باشه به معنای بلند شدن، اگر خواست به این صورت باشه خواست نوشته بشه به معنای درخواست کردن یه چیزی. خب الان گفته چی؟ گاهی با آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده جا خالی. خب برمیخواست یا برمیخواست کدوم یکی؟ به معنای بلند شدن هست. چون به معنای بلند شدن هست پس این خواست ما باید بنویسیم. شما توی املا هم دقت داشته باشید این کلمات اشتباه ننویسید. اگر به معنای بلند شدن باشه باید به این صورت نوشته بشه. پس این برمیخواست درسته، اینو باید بنویسید شما. جمله بعدی، اجازه نمیداد کسی جز در مقام جا خالی در حضور او از دیگری بد بگوید دادخواهی. خب بازم حواستون باشه معنای کلمات خیلی مهمه. دادخواهی با خواه نوشته میشه که کلمه اولی درسته. سوال سه همون سوالی بود که الان گفتیم توضیح هم دادیم براتون. گفته بن زمان فعل‌های حالی که زیر اومدن رو گفته مشخص کنید. من میخوانم، ما میرویم، او میپرسد، آنها میشنوند. خب گفتیم هر فعلی 6 تا صورت داره بچه ها. هر فعلی که اینجا هست 6 تا صورت داره. هر فعل 6 تا صورت داره. اگر صورتاش شما یاد بگیرید که این صورت ها این 6 صورت هر فعلی رو پشت سر هم بیان بکنید کارتون خیلی راحت تر و شناختنشون بهتره. میخوانم، من میخوانم، تو میخوانی، او میخواند، ما میخوانیم، شما میخوانید، آنها میخوانند. خب اگر دقت کنید تو این 6 تا صورتی که ما گفتیم کدوم بخشی ثابته؟ من میخوانم، تو میخوانی، او میخواند، ما میخوانیم، شما میخوانید، آنها میخوانند. اگر خوب دقت کنید خان تو این 6 تا صورتی که ما اینجا نوشتیم مشترکه و ثابت مونده. خان ما به این میگیم چی؟ بن. بن یا همون ریشه زمان حال نشون میده، بنشه. پس اون بخش ثابت توی هر 6 تا صورت هر فعلی میشه بن. فعل بعدی، میروم، میروی، میرود، میروی، میروید، میروند. خب من میروم، تو میروی، او میرود، ما میرویم، شما میروید، آنها میروند. رو اگر خوب دقت کنید رو ثابته. رو من میروم، تو میروی، او میرود، ما میرویم، شما میروید، آنها میروند. پس رو ثابت میشه. الان اگر ما بخوایم بفهمیم میرویم چندم شخصه میگیم اول شخص جمع هم هست، اول شخص جمع. خب میپرسد، من میپرسم، تو میپرسی، او میپرسد، ما میپرسیم، شما میپرسید، آنها میپرسند. اگر خوب دقت کنید پرس، پرس ثابته تو هر 6 تا صورت فعلی که گفتیم الان. خب میشنوند، خب من میشنوم، تو میشنوی، او میشنود، ما میشنویم، شما میشنوید، آنها میشنوند. خوب دقت کنید بخش ثابت شنو. من میشنوم، تو میشنوی، او میشنود، ما میشنویم، شما میشنوید، آنها میشنوند. شنو اینم بخش ثابت فعل بعدیمون. خب حکایتی هست تو این صفحه روش میخونیم، گوش بگیرید. حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر به محل خطر است. یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد، اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، و اگر
هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هر هنر عذر میخوام که هنر در نفس خود دولت است. هنرمند هر جا رود قدر بیند به بر صدر نشیند، و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. از دانش آموزان عزیز کسی هست که بتونه توضیح بده در مورد این حکایتی که الان خوندیم؟ اگر کسی میتونه توضیح بده خب لطف بکنه برامون یک علامتی بده تا ما میکروفونشو باز کنیم. البته وقتمون هم خیلی کم است، پس گوش میگیری تا خودم توضیح بدم. حکیمی یعنی عالمی دانشمندی پسران را پند همی داد، به بچه های خودش نصیحت میکه یا به قول خودمون سفارششون میکه که ای جانان پدر، یعنی ای عزیزان من گوش کنید، هنر آموزید، برید به دنبال یک هنری، حالا هر هنری دلش میخواد باشه، هنر مکانیکی باشه، هنر خیاطی باشه، هر هنری دلش میخواد باشه، یک هنری داشته باشید، یک چیزی یاد بگیرید، یه دانشی رو یاد بگیرید. این بیرون دانش چی باشه؟ بنایی باشه، نجاری باشه، قالی بافی باشه، مکانیکی باشه، امروزه که دیگه میدونید، حالا توی هر زمینه میخواد باشه، هنر میگه بیاموزید، برید تا دانش علوم و مختلف رو یاد بگیرید که ملک و دولت دنیا اعتماد رو نشه. میگه چی؟ این چیزایی که تو این دنیا وجود داره، منظورش پول و ثروت و دارایی هایی که ما اینجا داریم تو این دنیا، اصلا نمیشه روش رو استفاده کنیم و اعتبار اصلا نمیشه روش داشته باشیم، و سیم و زر در سفر به محل خطر است. و آدم اگه پول و ثروتی هم داشته باشه توی مسافرت، یا بهتر بگیم اصلا تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، هر لحظه احتمال از بین رفتنش وجود داره. یا دزد به یک باره ببرد این مال و سرمایه و پول و امکان داره دزد بیان ببرش، یا اینکه پادشاه بخور خودمون یا بزرگان مملکت اونو از دستمون بگیرن. اما هنر، اما داشتن دانش یک کار، یک شغل، چشمه زاینده است. مثل یه چشمه میتونه باشه که همیشه جریان داره، و دولت پاینده و سرمایه است همیشه پابرجا. و اگر هنرمند، کسی که این هنر داره، دارای اون هنر هست، از دولت بیفتد، یعنی پول و ثروتش رو از دست بده، غم نباشد، اصلا جای ناراحتی نیست که این سرمایهش رو از دست داده، ثروتی که داشته رو از دست داده. چرا؟ چون بشه هنر داره. حالا امروز تو براجوم داره کار میکنه، فردا رفت شیراز، تو شیراز هم هنرش داره، میتونه ازش استفاده کنه، مغازه بذاره و کارشو ادامه بده و سرمایه به دست بیاره. پس میگه از دولت به دولت پاینده. و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. میگه خود هنر اصلا خوش پوله، سرمایه و ارزشه. هنرمند هر جا رو بعد قدر بیند. آدمی که هنر داره هر جا بره مورد احترام قرار میگیره و بر صدر نشیند، یعنی بالاتر از دیگرانه. حالا میخواد تو هر زمینه دلش میخواد باشه. و بی هنر، آدمی که هیچ هنری نداره لقمه چیند، نوکر دیگران میخواد بکنه، در این خونه و در اون خونه میخواد کار بکنه و مورد التاف دیگران قرار بگیره. و سختی بیند، و خب کسی هم که میخواد در خونه دیگران زندگی کنه 100% در عذاب و سختی و نگرانیه. خب این برگرفته شده از کتاب گلستان سعدیه. بچه ها، سعدی یکی از شاعران بزرگ کشورمون هست که در شیراز متولد میشه در قرن هفتم، و برای ادامه تحصیل به بغداد میره، در بغداد، در نظامیه بغداد ادامه تحصیل میده، بعد دوباره برمیگرده به کشور اون ایران، دوباره میاد زادگاه خود شیراز. دو تا کتاب بسیار با ارزش نوشته، یکی بوستان، یکی گلستان. بوستانو همش به شعر گفته، اما کتاب گلستانو هم به شعر گفته و هم به نثر، به هر دوتاش این کتاب نوشته شده.
داستان‌های بسیار قشنگ و زیبایی همراه با شعر تو این کتاب گلستان هست، یا بهتر اینه که بگیم تجربیات سعدی اومده تو کتاب گلستان جا گرفته. هر چقدر تو این مسافرت‌ها و رفت و دید و بازدیدها و تجارب زندگی خودش اومده تو این کتاب قرار داده. خب اینم از درستون که تموم شد. اما درس بعدی رو هم وایسش و هم متنش و هم پی دی افش رو براتون میفرستم توی گروه. لطف بکنید کتابتون رو باز بکنید، اول درس که میخواد وایس رو بخونه گوش بگیرید، کلمه به کلمه همراهش پیش برید، بعد به پایان که رسیدید تمرین ها رو هم حل بکنید. تمرین ها رو هم تو کتاب یا تو دفتر هر جایی که میخواید بنویسید، هم خود ارزیابی رو حل بکنید و هم نکات زبانی خودتون بخونید تا یاد بگیرید. کار نوشتن هم رو هم حتما بنویسید، مثلا در پایان هر درس اون کاری که باید انجام بدید و حتما بنویسیدش تو کتابتون رو فراموش نکنید. تا جلسه بعد خدا نگهدار، مواظب خودتون باشید، سلامت و تندرست باشید.